نوشتن معجزه میکنه به معنای واقعی معجزه میکنه هر آدمی که با نوشتن معنوس باشه یعنی بتونه که افکارش رو ذهنش رو چالش هاش رو فشارهاش رو روی کاغذ بیاره پنجاه درصد مسیر آرامش رو رفته من به عنوان آدمی که سالیان سال هست که دارم روی کاغذ میارم ایده هام رو ذهنم رو درگیری هام رو چالش هام رو با پوست و گوشت و استخوانم درک کردم که چقدر نوشتن میتونه حال آدم رو خوب بکنه. در این ویدیو مفصل میخوام در مورد نوشتن و رسیدن به آرامش از مسیر نوشتن با شما صحبت بکنم. پس اگر شما هم دوست دارید که بدونید چطور میتونید از طریق یک خودکار و یک کاغذ به آرامش ذهنی برسید، این ویدیو برای شما تا پایان همراه باشید. وقت به خیر دوستان جان همراهان دوست داشتنی امیدوارم حالا همگی خوب باشه من آیدین نامدار هستم اینجا کانال یک پله بالاتر هست من در یک پله بالاتر در حوزه رشد فردی و بهبود سبک زندگی با شما صحبت می کنم اگر به این موضوعات علاقمند هستید و هنوز به 62800 نفری که این کانال رو سابسکرایب کردن نپیوستید الان بهترین فرصت هست دکمه سابسکرایب رو بزنید کنارش دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید تا وقتی من ویدیو جدید منتشر می کنم یوتیوب شما رو با خبر بکنه صحبت میکنیم از معجزه نوشتن منتها قبلش به شما بگم که یه مدتی بود که من روی چنل یک پله بالاتر ویدیو منتشر نکرده بودم اما تو این فاصله کلی اتفاقهای قشنگ افتاده که یکی از اونها چاپ و انتشار دفترچه پلکان هست که اصلا بسیار هم ارتباط داره با موضوع این ویدیو که نوشتن هست این دفترچه پلکان محصولی از یک پله بالاتر هست و دقیقا مربوط هست به موضوع چنل یک پله بالاتر داستانش رو بگم خیلی شنیدنی است کلی از دوستان در کامنت ها می نوشتن که آقای نامدار ما یه دفتر برداشتیم خلاصه ویدیوهای تو رو می نویسیم روزی از روزها کامنت یکی از دوستان خیلی برای من بولد زد بیرون و با خودم گفتم آقا الان که تعداد زیادی از همراهان این کانال دارن می نویسن بذار ما هم یه کاری بکنیم که این نوشتن براشون راحت تر باشه دفترچه پلکان رو چاپ کردیم که الان در دسترس شما هست در این دفترچه شما میتونید 90 ببخشید 80 ویدیوی منتخب کانال یک پله بالاتر رو که به هر کدام یک صفحه اختصاص داده شده میتونید کیو آر کدش رو اسکن بکنید وارد اون ویدیو بشید خلاصه اون ویدیو رو برای خودتون بنویسید و یک دفتر کاملی از خلاصه 80 ویدیوی منتخب کانال یک پله بالاتر داشته باشید حالا پشت این صفحات رو هم خالی نذاشتیم پلنر گذاشتیم که شما میتونید پلن روزانهتون رو بنویسید تاریخ بزنید اولویت تعیین کنید اهمیت تعیین کنید و کارهاتون رو با پلنر ببرید جلو اما هیجان اصلی در صفحات اولیه هست یه مقدمه براتون نوشتم حتما بخونیدش م... تقویم سال 1403 رو داره که در سالهای آینده به طب اینو عوض خواهیم کرد یک بخشی داره به نام گولد ترکر و مود ترکر در واقع یک نموداری است که شما به حال روزانتون امتیاز میدید و نمودارش رو میکشید اهداف و برنامه رو هم با پیشرفت در زمان رنگ میکنید و میرید جلو و یک سورپرایز ویژن داره اونم QR کد روی جلدش هست میتونید هر روز این QR کد رو اسکن بکنید و به محتوای اختصاصی اون روز دسترسی داشته باشید پس ای کسانی که میخواید به نوشتن رو بیارید دفترچه پلکان برای شما هست برای نوشتن شما هست اما همراهان خوب کانال یوتیوب یک پله بالاتر یک کد تخفیف اختصاصی برای شما تعریف شده اولا که لینک خرید دفترچه در دیسکریپشن این ویدیو هست برید وارد بشید و سبد خریدتون رو که تکمیل کردید کد تخفیف شما کلمه یوتیوب هست یوتیوب رو تایپ بکنید یه تخفیف درست درمون هم براتون در نظر گرفته شده دفتر هم آماده هست انشالله به محض اینکه ثبت سفارش کردید اگر تا زمانی که تموم نشده این ویدیو رو میبینید سریع اقدام بکنید دفترچه رو همکاران براتون میفرستن خب چقدر تون صحبت کردم من در این ویدیو در مورد نوشتن در چهار فصل با شما صحبت خواهم کرد یک فصلش این هست که چرا باید بنویسیم فصل دوم این هست که چه چیزهایی رو باید بنویسیم فصل سوم این هست که کجا باید بنویسیم و فصل چهارم این هست که چه زمانی باید بنویسیم اگر تا پایان همراه باشید مطمئن باشید تکنیک هایی رو دریافت میکنید که دغدغه شما بسیار کاهش پیدا خواهد کرد اما چرا باید بنویسیم ببینید دوستان شما جواب این سوال رو از زبان آدمی میشنوید که از سال 1386 یعنی از چند سال پیش از حدود 86 تا 96 ده سال اینم حدود 16 سال حدود 16 سال هست که خیلی زیاد داره افکار و برنامه های خودش رو با خودش می نویسه. پس اینجا صدای تجربه هست این نیست که این یه راهی باشه که من جدید شروع کرده باشم یا احساس کنم راه خوبی هست نه سال من دارم این کار رو می کنم و به طرز عجیبی جواب گرفتم یه چیز جالبم بگم قبل از اینکه بگم چرا باید بنویسیم یکی از دوستان به من می گفت که آقای نامدار این اصلا یکی از شیوه های مدیتیشن یا ذهن آرامی هست و من دیدم چقدر درست حرفشون در من هم دقیقا همچین نتیجه ای داده اما چرا باید بنویسیم ببینید دوستان ذهن ما یک کلاف سردرگم هست از هر چیزی که شنیده میشنوه دیده الان میبینیم فکرهامون ایده هامون آفرین هایی که باید به خودمون بگیم قرولوندی که سر خودمون میزنیم ترس هامون نگرانی هامون و, و همه چیز همه چیز یک کلاف سردرگم داخل ذهن ما و یکی از دلایلی که اغلب انسان ها در زندگیشون آرامش ندارند همین دیگه این ذهن در هم پیچیده هست و واقعا فشارهای روحی به ما میاره حتی فشارهای جسمی به ما میاره یعنی زمانی که ما مضطرب هستیم زمانی که ما قدرت اون ریزمون به واسطه ها و ارورهای ذهنیمون درست عمل نمیکنه باید بپذیریم که ما از ناحیه ذهن پیچیده در هم تنیده کلاف سردرگممون داریم آسیب میبینیم حالا وقتی مینویسیم چه اتفاقی میفته وقتی مینویسیم یکی از رشته های این کلاف سردرگم رو میگیریم و شروع می‌کنیم به کشیدن و شروع میکنیم به کشیدن زمانی که این رو میکشیم این ور داریم مرتب این رو میپیچیم و وقتی که این رو مرتب میپیچیم میذاریم کنار دو تا اتفاق میفته اولا تکلیفمون با خود اون رشته مشخص میشه در ثانی این کلاف سر در قوم یه رشته ازش کم شده و ذهن ما آرام شده و اگر عادت بکنیم که همه ی رشته افکارهامون رو بیرون بکشیم مرتب بچینیم و بذاریم کنار از طریق نوشتن مطمئن باشید که به مرور زمان به آرامش بسیار بالایی دست پیدا خواهیم که حالا بذارید یه مثال بزنم مثلا از یک رشته ای فرض کنید که شما دانشجو هستید مثلا دانش آموز هستید یه امتحانی در پیش دارید خیلی با اون امتحان چالش دارید بلدش نیستید وقتتون کمه و هر چیز دیگری خب الان در کلاف سردرگم ذهن شما یه رشته عجیبی هم وجود داره به این اسم که من اینو چجوری میخوام پاس بکنم شروع میکنید به نوشتن و تحلیل میکنید با خودتون که من اصلا از چیه این امتحان میترسم چرا این انقدر برای من عجیب غریب میاد من چقدر فرصت دارم به خوندنش از کدوم یکی از دوستانم میتونم در این موضوع مشورت بگیرم اصلا میتونم این واحد رو حس بکنم یا نه اگه این واحد رو بیفتم چه اتفاقی میفته میتونم از استادم کمک بگیرم میتونم چه میدونم وقت بگذارم بیشتر بخونم میتونم با پروژه د... ببینید هی داره این نخه از اون ذهن میاد بیرون و شما دارید مینویسید شما برای رسیدن به ذهن آرام باید بنویسید اصلا در این شک نکنید پس جواب سوال اولمون که چرا باید بنویسیم این هست که اولا ذهن آرامی داشته باشیم در ثانی وقتی می نویسید شما به چالش های زندگیتون از بالا دارید نگاه می کنید وقتی اینها تو ذهن شما هستن اینها دارن از بالا به شما نگاه می و ما به هر چیزی از پایین نگاه کنیم گنده هست پیچیده هست قدرتمند هست ولی وقتی می نویسیم می اه نه همچی خبری هم نیست یه امتحانه یه چکه یه پروژه است یه چالش عاطفی هست من میتونم اینها رو حل کنم و ما به راهکار حل میرسیم ها ما به راهکار حل می رسیم پس ما باید بنویسیم تا اولا یک ذهن آرامی داشته باشیم دو به راهکار برسیم خب جواب سوال دو رو جستجو میکنیم سوال دومون چی میگه من یک بار دیگر میخوام به اهمیت دفترچه پلکان اشاره بکنم که اینجا شما میتونید به ذهن آرام برسید علاوه بر اینکه حالا ویدیو که خب میدونید دیگه خلاصه ویدیوهای کانال یوتیوب میتونن شما رو به آرامش دعوت بکنن خب سوال دو رو بررسی کنیم اینکه چه چیزی رو باید بنویسیم من میگم همه چیز رو من میگم همه چیز رو باید نوشت یعنی چی من یک دفتری دارم از سال 80 دفتر که نه در واقع یک سری سربرگ ها هستن که بعد من اینا رو نگه داشتم اسمشون رو گذاشتم تحلیل های روزانه بعد از یک مدتی این تحلیل های روزانه آمدن روی سیستم یه فولدری دارم که اونها تحلیل های روزانه من هستن من تقریبا هر ماه ده تا یازده تا هشت تا فایل اونجا دارم به تاریخ که اونجا شروع میکنم بنوشتن چه چیزهایی رو مینویسم هر چیزی که در موردش دغدغه دارم هر چیزی که در زندگی اهمیت داره هر چیزی که من بهش فکر میکنم، هر چیزی که دوست دارم اونجا رشد بکنم هر چیزی که دوست دارم حالم باش بهتر بشه یا هر چیزی که احتمال میدم حالم رو بهتر بکنه شروع میکنم به نوشتنش و با این شروع میکنم که من الان چه حسی دارم چه جوری دارم فکر میکنم، چرا اینجوری دارم فکر می و از اونجا دیگه صحبت شروع میشه یه تقلبم بهتون برسونم خب خیلی از شماها اهل درد دل هستید دوست دارید با یکی بشینید درد دل بکنید این اصلا ایرادی نداره چرا این درد دل رو با نوشتن با خودمون انجام ندیم شروع کنیم به صحبت کردن و راهکار دادن و راهکار گرفتن و ببینید چقدر اتفاق قشنگی میفته پس اینم سوال دوممون که چه چیز رو باید نوشت به نظر من باید حال خوب رو نوشت ایده رو نوشت افکار منفی رو نوشت چالش ها رو نوشت مشکلات رو نوشت همه چیز رو باید نوشت و باید از بالا نگاه کرد ببینید یه چیزی هم بگم ما وقتی که از آرامش ذهن صحبت میکنیم خب ما وقتی که ایده هامون هم مینویسیم ذهنمون رو خالی میکنیم اون حال خوب و هیجانات مثبتمون رو مینویسیم هم ذهنمون رو خالی میکنیم پس نوشتن فقط مربوط به اتفاقهای منفی در زندگی ما نیست و مورد بعدی این هست که چطور باید بنویسیم چطور باید بنویسیم جواب جواب در بخشی از صحبت های قبلیم هم بهش اشاره کردم با چند تا سوال شروع کنید بعد عادت می کنید این که من الان به چی دارم فکر می کنم چه حسایی رو دارم تجربه می کنم چرا این حس رو دارم چرا به این فکر می کنم چرا به اون حسادت عادت می کنم چرا از حرف فلانی ناراحت شدم چرا نگران امتحانم هستم و الی آخر من تا یه نکته یه فوت کوزگری اینجا بهتون میگم عجیب به دردتون میخوره من وقتی که شروع میکنم به نوشتن خب مثل همه شماها مثل همه آدم های نرمال هممون یه سری دغدغه ها داریم منم یک سری دغدغه هایی دارم ولی من وقتی شروع میکنم به نوشتن دغدغه اولین کاری که میکنم این هست یه پاراگراف دو پاراگراف از اینکه این روزها گرم چیم درگیر چی هم؟ حالم سر چی خوبه؟ چیا رو دارم؟ چیا رو ساختم؟ چیا رو به دست آوردم؟ با بچه هم چجوری رفتار کردم؟ با دوستا؟ شروع میکنم به ایجاد حال خوب برای خودم ببینید چه تایپ بکنید چه روی کاغذ بنویسید چه روی دفتر چه پلکان بنویسید شما به محضی که وارد میشید و شروع میکنید به قرض زدن سر خودتون این یک سیکل معیوب یک تسلسل منفی هست که حال رو بد میکنه ولی اگر شروع بکنید اول یه تعریف تمجیدی بکنید یه شرح ماوقع مثبتی داشته باشید بنویسید که آقا من قدرتش رو دارم من بدتر از اینها رو مدیریت کردم من چه میدونم بزرگتر از اینها رو کمرش رو به خاک مالیدم پس از اینجا به بعد شروع میکنم به که الان, الان مشکلم چیه الان ایدم چیه الان چالشم چیه این فوت کوزگری رو داشته باشید پس در مورد هر آنچه که ذهنتون رو درگیر کرده بنویسید و سال پایانیمون هم این هست که کجا بنویسیم روی کاغذ بنویسید اولویت باید با کاغذ باشه ولی من دیگه تنبل شدم من حالا یه سری کاغذم اینجا رو میزم دارم و یه دفترچه هم دارم که پلکانم اصلا خیلی وقت زیر دستم هم از همون نمونه چاپ دیجیتالش زیر دستم هست اما من تایپ میکنم تایپ دهنگشتی هم دارم شکر خدا خیلی سریع تایپ میکنم میدونید دنبالینم که بگم حتی شده در نوت گوشی بنویسید حتی شده روی یه ورق کاغذ چیز کاغذ دستمال کاغذی تو کافه نشستید بنویسید عجیب معجزه خواهید دید عجیب معجزه خواهید دید هر جایی که دم دستتون هست بنویسید و مطمئن باشید که معجزش رو خواهید دید یه جمبندی اگر بخوام تا اینجا بکنم دوستان ذهن ما کلاف سردرگم هست ما باید دونه دونه این رشته ها رو جدا بکنیم تا این تکلیف بکنیم ببریم طبقه بندی بکنیم سر جای خودش نسبت به اونها پلن و برنامه داشته باشیم و ذهن ما زمانی این رو موفق خواهد شد که ما وقت بگذاریم و شروع کنیم به نوشتن نوشتن رو شروع بکنید و مطمئن باشید که معجزه میکنه یک بار دیگه هم تاکید میکنم که کد تخفیف شما کلمه یوتیوب هست لینک لینک خرید دفترچه پلکان از روی وبسایت مدرسه کسب و کار پله هم در دسکریپشن ویدیو هست و همین امیدوار هستم که بخرید و استفاده کنید و این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. اینجا پایان این ویدیو هست. الان قرار که یوتیوب به شما دو تا ویدیو دیگر از این چنل رو پیشنهاد بکنه. یکی رو انتخاب کنید و مسیرتون رو با من آیدین نامدار ادامه بدید. اگر هم هنوز سابسکرایب نکردید، یه دکمه سابسکرایب بزنید. دکمه زنگوله هم در حالت آل قرار بدید. تا درود بدی که امیدوارم دفترچه پلکان رو هم کرده باشید در پراحق باشید بدرود خدا نگهدار